سمینار یک روزه علمی و فرهنگی به منظور رشد فکری جوانان با حضور والی بغلان و شماری از رؤسای ادارات دولتی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان برگزار گردید. در این سمینار علمی و فرهنگی که به منظور رشد فکری جوانان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان برگزار گردید است، علاوه بر مسئولان ادارات دولتی، شماری از جوانان، فرهنگیان، شاعران و نویسندگان نیز شرکت نمودند. مسئولان و سخنرانان پیرامون ارزش و جایگاه علوم عصری و دینی صحبت نمودند و جوانان را نسل آینده سازان کشور خوانده و از جوانان، نویسندگان و شاعران خواستند که برای ترقی و پیشرفت نظامشان اثرها و اشعار بنویسند که وحدت و همبستگی را در میان مردم تقویت دهد. ملک و دینی پرمختګونو ته ضرورت لري، یا و فرهنگی و عصری پرمختګونو ته ضرورت لري، خو ملت دا ولس دغه نوی نسل یا دغه ځوان قشر ته سخت غټ امیدونه لري. برای استحکام این نظام اسلامی باید کار بکنیم، هر کس از وسش پوره. کسی قلم به دست است، کسی انجینر است، کسی دکتر است، کسی معلم است، کسی استاد است، کسی عالم است، کسی شیخ الحدیث است، این نظام به بالای ما شما حق داره. در همین حال برخی مسئولان، نویسندگان و جوانان ولایت بغلان رو اندازی همچو سمینارها را برای حمایت و تشویق شاعران و رشد فکری جوانان مؤثر خواندن. دی انسان دی دنیا و آخرت دی سعادت و دی کامیابی ذریعه علم دی. دی دنیا و آخرت عزت و شرافت و عظمت به علم کی دی. جامعه ای که دستاوردهای علمی داره، این جامعه در واقع یک جامعه استان است، یک جامعه ساکن ثابت نیست، یک جامعه پویا، یک جامعه پیشرونده، یک جامعه پیشرفت کننده و یک جامعه در حال تکامل است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان علاوه بر راه اندازی همچو سمینارهای علمی، امتحانات کتاب مارشناسی را برای ترویج مطالعه و رشد فکری جوانان نیز راه اندازی کرده است.